سلام دوستای عزیز، کانال ایتی ایت کاس خوش اومدید. امروز میخوام در مورد ماشین الکتریکی باهاتون صحبت کنم. اول هم از پورشه شروع میکنم، بعد بریم جلوتر با هم ببینیم ویدئوهای بعدی را. خب یک مقدار در مورد دیزاینش هم اگه توضیح بدم که تایکان مدل‌های خیلی مختلفی داره، به خصوص مدل تایکان 4S تو دو تا مدل داره که تایکان فورست و تایکان فورست کراس توریزمو که قسمت عقبش که تغییراتی تو میتونید حتی مقایسه کنید تو زمینه دیزاینش، فضای بیشتری تو قسمت بار برای شما اختیار میذاره، یه مقدار بیشتر میشه گفت که از حالت اسپورت یه مقدار خارج‌تر میشه، یه مقدار تو زمینه که برای خانواده رو حتی میتونه استفاده کنه اگه جابجایی بار دارن و قسمت‌های دیگر، و این فرقش میشونه همینجا نزدیک با هم ببینید. خب در مورد طراحی جلوش هم یه سری اطلاعات بدم که تو این مدل یک بخش جدیدی داره که پرشی که به عنوان کربن پکیجش هست یا اسپورتش هستش که شما میتونید این قسمت هایی که لوفتونگش و هوا وارد میشه میتونید اینجا مقایسه کنید که این خیلی ساده است. اینجا یه مقایسه همچشمی میتونید راحت داشته باشین که چه فرقایی داره این دوتا مدل و سپرهای جلوشون، و که یه مقدار در این بخشش خود رو یه مقدار اگریسیف تر میکنه، ولی هر دوتاش فوق العاده هستن. بستگی به نظر شما هست که میتونید این مدل ها رو بخش های مختلفش انتخاب کنید. یه نکته جالب و فوق العاده دیگه، یه شانسی که داریم که این دوتا ماشینی که میبینین هر دوتا از یه پکیج دیزاین جلو استفاده شده، اما اکثر خودروها الان جدیدن و یه جوری هست که شما بر اساس نیازتون میتونید تغییر کنید. تنها فرقی که اینجا میبینید نوع چراغای جلویی که درش استفاده شده که دو تا تکنولوژی کاملا متفاوت است بر اساس نوع نیاز مشتری و قابل تغییره، و میبینید شما یه سپر جلو یه امکانات، ولی با دو تا نوع چراغ مختلف که یه امکانات خاص بیشتری به مشتری میده که و یه جوری مشتری مداری حساب میشه که شما آپشن های فوق العاده دارین برای انتخاب کردن گزینا. یه قسمت فوق العاده جذاب دیگه تایکان 4S رینگاش هست که فوق العاده زیباه. سعی میکنم ادامه چند تا از مدل های مختلفش رو تیک های ویدیوشون رو بذارم، امیدوارم خوشتون بیاد. فوق العاده زیبا هن. تو دیزاین، تو طراحی و ترکیب رنگی که استفاده کردن و این گپ هایی که اینجا ایجاد کردن فوق العاده زیباه، فوق العاده خاصه، امیدوارم خوشتون بیاد. تایکان جدید و ارزون قیمتی که به بازار اومده بعد از مدل های توربو و توربو اس اومده که از دو موتور برقی و جعبه دنده دو سرعته استفاده شده توی این مدل. پورشه تایکان 4S که از باتری لیتیومی در این خودرو استفاده شده در 79 کیلووات ساعت در این باتریش کار میکنه که این باعث میشه که سرعت شارژ خیلی سریعتر بالا ره و عمر نگهداری باتری هم خیلی بهتر شده توی این مدل. پورشه تایکان S سرعت شارژ فوق العاده شگفت انگیزی داره که در حدود 22 دقیقه و نیم میتونید شما از شارژ 5% تا 80% میدونید، یه رکورد فوق العاده بالایی تو زمینه خودروهای الکتریکی به حساب میاد این موضوع. در مورد باتری های اطلاعات کامل بهتون بدم، توی دو مدل قابلیت سفارشی داره که مدل اولش 79 کیلووات ساعت هست و که در حدود 522 اسب بخار قدرت تولید میکنه، و مدل دومش هست که توی 93 کیلووات ساعت هستش که اون در حدود 563 اسب بخار قدرت تولید میکنه، که این آپشن داریم که شما میتونید بر اساس نوع قدرتی که مورد نیاز و نوع باتری که بخواید توی این زمینا میتونید انتخاب داشته باشید. خب صرف نظر از این که شما کدوم مدل از نوع از باتری ها رو انتخاب کنید، پورشه تایکان 4S میتونه به سرعت 250 کیلومتر در ساعت برسه، ماکسیموم سرعتش هستش، و اینکه یه مقایسه هم میتونیم بکنیم با مدل های تسلا، اینکه از سرعتی که 0 تا 96 کیلومتر در ساعتش مدل تایکان 3.8 ثانیه هست، ولی مدل S تسلا در حدود 3.7 ثانیه هست، که یه مقایسه میتونیم داشته باشیم در این زمینه.